سلام، من شهریار هستم، اینجا پارسی تیوی. با برنامه دیگه اومدیم خدمتتون، این دفعه در مورد تجاوزهای دردناک و پر ابهام سینمای ایران. پس با ما همراه باشید. پیشاپیش مرسی از اینکه با این همین ویدیو کانال ما رو سابسکرایب میکنید و با زدن دکمه زنگوله از ویدیوهای جدید ما مطلع میشید و با لایکتون از فعالیت‌ها و کارمون حمایت میکنید. در سینمای قبل از انقلاب، تجاوز به زنان و انتقام‌جویی یکی از تم‌های اصلی فیلم فارسی بوده. تجاوز به زنان حتی در برخی از فیلم‌های موجن و با رویکرد متفاوت از فیلم فارسی مثل قیصر مسعود کیمیایی نیز دیده می‌شد. در سینمای بعد از انقلاب به موضوع خشونت جنسی و تجاوز به زنان به شکل کمرنگی پرداخته شده. در این ویدیو سعی داریم فیلم‌هایی با موضوع خشونت و تجاوز به زنان که بعد از انقلاب ساخته شدن رو برای شما معرفی کنیم. نکته حائز اهمیت در اینجا اینه که موضوع تجاوز موضوع اصلی بعضی از این فیلم ها نیستن. زندان زنان، سال 1379. زندان زنان فیلمی به کارگردانی منیژه حکمت و نویسندگی فرید مصطفوی با بازی پگاه آهنگرانی، رویان و نهالی و رویا تیموریانه. در زندان زنان رئیس جدید قوانین‌های تازه برای افراد خاطی در نظر می‌گیره، اما میترا یکی از زندانیان که به خاطر قتل ناپدری خود زندانی است تن به این قوانین نمیده. تعدی در محیط خشن زندان و تجاوز همبندیان در این فیلم به تصویر کشیده میشه. آب و آتش، 1379. آب و آتش فیلمی به کارگردانی و نویسندگی فریدون جیرانی است با بازی پرویز پرستویی، لیلا حاتمی و آتیلا پسیانی. علی مشرقی نویسنده پس از جر و بحثی شدید با همسرش شبانه از خانه خارج میشه و اتفاقی با زنی خیابانی با نام مریم شکوهی آشنا میشه. در یکی از سکانس های مهم فیلم، مادر دختر دیالوگی میگه مبنی بر اینکه در نوجوانی به دخترش تجاوز شده. سکوشی، 1379. سکوشی به کارگردانی و نویسندگی بهرام بیزایی با بازی مژده شمسایی، رضا کیانیان، داریوش ارجمند و مجید مظفری است. گلرخ کمالی پس از یک سال دوری به تهران برمیگرده تا نزد همسرش ناصر معاصر باشه، ولی متوجه میشه که شریک او جواد مقدم به ناصر کلک زده. گلرخ در این فیلم با انواع خشونت‌ها، تعرض‌ها و تحقیرها مواجه میشه. رنگ شب، 1380. فیلم رنگ شب به کارگردانی و نویسندگی محمدعلی سجادی با بازی لعیا زنگنه، فریبرز عربنیا و حمیرا ریاضی است. رسول کارمند بانک با زنی به نام بتول و پسرش تصادف میکنه و وقتی اونها رو به بیمارستان میرسونه متوجه میشه که زن دچار فراموشی شده. در این فیلم مرد متوجه خیانت همسرش شده و به همین دلیل به زنان دیگر تعرض میکنه و اونها رو میکشه. روایت این فیلم برای دهه 60، یعنی قبل از اتفاقات خفاش شب در تهران. عصر جمعه، 1384. عصر جمعه فیلمی به کارگردانی و نویسندگی منازندی با بازی رویان و نهالی، هانیه توسلی و مهرداد صدیقیانه. خیانت و تعصب سرنوشت تلخی رو برای سوگند 15 ساله رقم میزنه که حاصل آن دربدری، بیپناهی و تنهاییه. سالها میگذره، بنفشه خواهر سوگند تصمیم میگیره خواهر گم شده خودش رو پیدا بکنه. این فیلم از معدود فیلم های ایرانی است که به تجاوز جنسی در محدوده خیشاوندی پرداخته. تصفیه حساب، 1386. تصفیه حساب فیلمی به کارگردانی و نویسندگی تهمینه میلانی با بازی مهناز افشار، لادن مصطفی و بهاره افشاری است. داستان این فیلم درباره چهار دختر بزهکاری که درگیر اتفاقات مختلفی میشن. در این فیلم یکی از شخصیت ها مورد تعرض ناپدری خودش قرار گرفته. پریناز، 1389. فیلم پریناز به کارگردانی بهرام بهرامیان و نویسندگی بابک کایدان با بازی فاطمه معتمدداریا، طناز طباطبایی، مصطفی زمانی، شبنم قلی‌خانی است. دختر بچه‌ای مادر خود را از دست داده و قرار است از سوی خانواده مادرش نگهداری بشه، اما در خانواده جدید ماجراهایی برای وی رخ میده که زندگی خانواده رو با چالش‌هایی روبرو می‌کنه. این فیلم سال‌ها توقیف بود و به موضوع تجاوز و فرزند نامشروع می‌پرداخت. من مادر هستم، 1391.
من مادر هستم فیلمی به کارگردانی جیرانی و نویسندگی لیلا لاریجانی و رحمان سیفی آزاد با بازی باران کوثری، فرهاد اصلانی، هنگامه قاضیانی و حبیب رضایی است. فیلم درباره زندگی دو خانواده مرفه است که در حال فروپاشی است. دختر یکی از خانواده ها که 19 سال داره مورد تجاوز دوست خانوادگیشون قرار میگیره و برای انتقام فرد متجاوز رو میکشه. هیس دخترها فریاد نمیزنند. 1391. هیس فیلمی به کارگردانی پوران درخشنده با بازی طناز طباطبایی، شهاب حسینی و مریلا زاره است. بی توجهی و سهل‌انگاری پدر و مادر شیرین 8 ساله واقعی رو برای او رقم میزنه که زخمش سالها بر روی او باقی میمونه و همه ی زندگیش رو تحت شعاع قرار میده. در این فیلم به مقوله تعرض به کودکان و پیامدهای آن پرداخته شده و فاجعه و پیامدهایی که اکثر اوقات روی اون سرپوش گذاشته میشه. رخ دیوانه، سال 1393. رخ دیوانه به کارگردانی ابوالحسن داوودی و نویسندگی محمد رضا گوهری با بازی طناز طباطبایی، امیر جدیدی، ساید سهیلی و نازنین بیاتی است. داستان چند جوانه که در یک قرار اینترنتی با یکدیگر آشنا شده و به دنبال یک شوخی و شرط بندی در مسیر پیچیده و دلهره آور میافتند. شخصیت ماندانا در این فیلم توسط یکی از آشنایان مادرش مورد تعرض قرار میگیره. خانه دختر، 1393. فیلم خانه دختر به کارگردانی شهرام شاه حسینی و نویسندگی پرویز شهبازی با بازی حامد بهداد، رعنا آزادی بر، رویا تیموریان، بابک کریمی است. مرتضی قصد دارد خانه کوچکشان را زیر قیمت بفروشد تا زودتر از محله و نگاه سنگین مردمانشان فرار کند. فیلمی که از همان اولین اکرانش در جشنواره فیلم فجر با حواشی زیادی احاطه شده بود. روایت و بحث‌های بسیاری در مورد سانسور فیلم هست و اینکه موضوع اصلی فیلم تجاوز پدر به دخترش بودی که در نسخه اکران فیلم اصلاح شده. فروشنده، 1394. فیلم فروشنده به کارگردانی و نویسندگی اصغر فرهادی با بازی شهاب حسینی، ترانه علی دوستی و بابک کریمی است. روایتگر داستان زوج جوانی است که در اجرای نمایش مرگ فروشنده آرتور میلر هستند. فروشنده به موضوع تعرض جنسی و آسیب‌های اجتماعی ناشی از اون می‌پردازه. هفت و نیم. فیلم هفت و نیم به کارگردانی و نویسندگی نوید محمودی با بازی ندا جبرائیلی، هستی مهدوی، آناهیتا افشار و فرشته حسینی، شیدا خلیق، افسانه کمالی، متین حیدرینیا و شادی مختاری است. این فیلم ماجرای زندگی هفت دختر افغانی و ایرانی رو در هفت اپیزود به صورت سکانس پلان روایت می‌کند. در این فیلم یک اپیزود به قصه دختر مهاجر که مورد تجاوز قرار گرفته می‌پردازد. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظرات خودتون رو پایین همین ویدیو با ما به اشتراک بگذارید تا ما اونا رو تو ویدیوهای بعد ترتیب بحثر قرار بدیم. تا ویدیوهای بعدی، خدایا رو نگهدار شما.